بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به محضر ملت شریف و بزرگ ایران، از اینکه امشب دقایقی رو در جمع گرم و صمیمی شما مردم عزیز هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. بنای من بر این نیست که امشب در ارتباط با محمد باقر قالیباف صحبت کنم، بنای امشب من این هست که با مردم عزیزمون صحبت کنم در ارتباط با ایرانمون، در رابطه با کشورمون، در ارتباط با فرزندانمون، خانواده هامون، نسل آیندهمون و زندگی امروزمون. وقتی که میگویم میخواهم از ایران عزیز صحبت بکنم، قصدم این نیست که برگردم به تاریخ بزرگ این ملت، برگردم به این کشور کهن و بزرگ و به یاد ماندنی. قصد دارم بیشتر در رابطه با امروزمون و واقعیت‌های امروز جامعه‌مون که مسائل و مشکلات امروز یکایک من و شماست سخن بگویم. در اینجا می‌خواهم از واقعیت‌هایی سخن بگویم که شاید دو گروه خوششان نیاید. بعضی از مسئولین دولتی امروز شاید علاقه شنیدن به این موضوعات را نداشته باشند و بخشی هم از افراد تافته جدا بافته از مردم، البته اونها حتما بسیار افراد محدودی هستند، شاید به تعبیر من کمتر از 4% جامعه ما باشند. من امروز میخواهم از واقعیت ها سخن بگم، از واقعیتی که امروز مردم ما در مسائل اجتماعی و مخصوصا رسیدگی به آسیب های اجتماعی در حاشیه هستند. امروز در حوزه مسائل سیاسی مردم ما اگر در صحنه هم هستند، به صورت مقطعی در صحنه های سیاسی حضور دارند و از همه مهمتر باید بگم در حوزه اقتصاد مردم ما را از گردونه مسائل اقتصادی اخراج کردند، در صحنه فرهنگ کنار زده هستند. فرصت مناسب برای بروز استعدادها و ظرفیتهای خودشون رو نمی بینند. امروز میخوام واقعیتهایی رو به شما عزیزان بگم در ارتباط با این واقعیت که 10% جمعیت ما فقیرن، فقر مطلق. برای ابتدایی ترین مسائل زندگی خود دچار چالشن. اگر بگوییم اونها گرسنه میخوابن، حرف گزافی نگفتیم. واقعیت دیگر کشور ما این هست که ما کشور ثروتمندی هستیم، ذخایر زیادی داریم، ظرفیت‌های زیادی داریم در زمینه‌های مختلف. به طور نمونه امروز ایران عزیز ما در بعد انرژی های فسیلی، اهم از گاز و نفت، رتبه اول رو در جهان داریم. امروز آمارها نشان می دهد اگر ما 1% جمعیت جهان را داریم ولی 5% ظرفیت های بزرگی رو در این کشور داریم. ما کشوری هستیم جوان و نیروی جوانی و فعال، جوانانی تحصیل کرده، جوانانی با اراده که دیگر کشورها حسرت چنین ظرفیت بزرگی را در حوزه منابع انسانی دارند. ولی واقعیت تلخ این هست با چنین منابع انسانی، با چنین منابع مادی و با بهترین شرایط، ولی مردمی کم درآمد و فقیر. اگر در دولت مردم قول حمایت از محرومین و فقرا رو دادیم، به این خاطر هست که اونها دوباره به زندگی خودشون برگردن. اگر قول دادیم به پرداخت یارانه برای اون بخش از قشر کم درآمد، به خاطر که اونها
بتوانند حداقل زندگی خود رو اداره کنند و شرمنده خانواده خودشون نباشند. اگر قول 5 میلیون شغل رو دادیم، به این خاطر است که ما میدانیم ریشه همه این مشکلات، ریشه فقر، ریشه اعتیاد، رکود و گرانی در نداشتن شغل و بیکاری جوانان عزیز ماست. اگر قول داده ایم که اونهایی که قاچاقچیان حرفه‌ای هستند، اونهایی که زالو صفتانه، دلالانی که بدون هیچ فعالیتی، بدون هیچ تلاشی بیشترین سهم و سود رو از دسترنج کشاورزان ما، از دسترنج تولید کنندگان ما، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه کشاورزی، اونها منافع 4-5 برابری میبرند، ولی اونهایی که تولید کنندگان اصلی هستند امروز مقروضین به بانک ها هستند. اگر امروز ما نام میبریم از وارداتچی هایی که مزاحم تولید هستند و اونها کسانی هستند که در حقیقت سرباز بیگانگانند، اونها حتما علاقمند نیستند این حرفا رو بشنوند. و علت اصلی که امروز این اختلاف طبقاتی و این فاصله فقر و غنا در کشور ما وجود داره به خاطر این هست که این 4% اجازه فعالیت به 96% جمعیت ما ندادند. اگر قول داده ایم که با ایجاد سامانه ملی کارانه بتوانیم کمک به جوانان عزیزی که مشغول به کار بودند و به دلایل مختلف به خاطر رکود، به خاطر تعطیلی کارگاه ها و به خاطر کاهش فعالیت و تولید در کشور امروز بدون کار شده اند، به اونها کمکی انجام بدهیم و حق کارانه ای در حد 250,000 تومان در ماه به اونها داده بشود تا زمانی که اونها بتوانند کاری پیدا بکنن و ما از طریق این سامانه اونها رو به محیط‌های کار معرفیشون بکنیم، کمک انجام بشود، به این خاطر هست که ما بتوانیم حداقل کمک را به این عزیزان انجام بدهیم. این حق اینهاست. ما چقدر جوانانی رو سراغ داریم که می‌بینیم مرتب من در این بازدیدها و سرکشی‌ها و مراجعات مردم در کوچه و بازار و در حاشیه‌های شهر تهران و در سفرهایی که انجام میدم میبینم که چه مادرانی هستند که با همه مشکلات جسمی که دارند در خونه مردم کار میکنند و با حداقل دریافتی جوان خودشون رو روانه تحصیل و دانشگاه میکنند به امید روزی که بتواند کمکی به خانواده و کمکی به کشور بکند. ولی بعد از فارغ التحصیلی این جوان عزیز ما در خانه باقی میماند و شرمساری اونجاییست که حتی پول تو جیبی خودش رو باید از مادری که در خونه مردم کار میکنن بگیره. اینجاست که این جوان ناامید میشود، شکسته میشود. به این خاطر ما این سامانه رو درست میکنیم که بتوانیم تولید شغل و کار و فعالیت رو با رعایت عدالت انجام بدیم. اگر قول میدهیم که در مالیات تحول اساسی اتفاق بیفته، ما مالیات رو به دقت و به سختی از 96% مردم میگیریم، حتی بعضی اوقات ناخواسته یا به هر دلیل دیگری، از تولید کنندهی که درآمد کافی نداشته است، از فروشندهی که درآمد کافی نداشته است، از کارمند و
کسانی که حقوق بگیر دولت هستند در سر وقت مالیات رو میگیریم، ولی از اون 4% که بیشترین سود رو میبرن، بیشترین بهره رو میبرن، بیشترین رانت رو استفاده میکنن، نام و نشانی نیست و اونها بیشترین سود رو و بدون پرداخت هیچ مالیات این کار رو انجام میدن. اگر ما قول میدهیم در کشور درآمد را افزایش بدهیم، به این دلیل هست که بتوانیم سطح رفاه، آرامش و آسایش مردم را به صورت عمومی که از کسانی که در اقصی نقاط دور کشور و در مرزها زندگی می کنند، در روستاها زندگی می کنند و چه عزیزانی که در شهرها زندگی می کنند، به هر حال هر ایرانی بتواند یک زندگی افتخار آمیز برای خودش داشته باشد. دولت مردم وظیفه خودش میدونه که تبعیضی که بین بازنشستگان هست حتما اون رو از میان برداره و دولت مردم وظیفه خودش میدونه که تعهدات خودش رو و تعهداتی که باید به فرهنگیان و به معلمین عزیز توجه بشود، حتما این توجه و عنایت رو داشته باشد. دولت مردم این رو وظیفه خودش میداند که بتواند در حوزه مربوط به آموزش، عدالت آموزش و فرصت‌های برابر رو برای همه مردم عزیزمون فراهم کند. دولت مردم وظیفه دارد در مشکلات جدی محیط زیست، چه در آلودگی هوا و آلودگی صوتی در شهرها، مخصوصاً شهرهای بزرگ و همچنین ریزگردها که این روزها به شدت مردم ما رو آسیب رسونده، برنامه‌های جدی خودش رو اجرایی بکند. مردم عزیز ایران، شما میتوانید که در 29 اردیبهشت ماه 1396 تصمیم بگیرید یا همین وضعیت موجود ادامه پیدا کند، که ادامه وضعیت موجود یعنی ادامه بیکاری، یعنی ادامه آسیب‌های اجتماعی، یعنی ادامه رکود، یا اینکه شما با حضورتون این تغییر رو ایجاد بکنید. بعد از اینکه من در رابطه با 5 میلیون شغل صحبت کردم، بعضن این گونه اظهار کردن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. سخن من این هست: اگر یک نگاهی به روند جمعیتی کشور بکنیم، در سال 1364 متولدین این سال 1,850,000 نفر متولدین این سال هستند و این روند جمعیت تا سال 1374 در اون دهه ادامه داشته. متوسط جمعیت در این دهه 1,200,000 نفر، 1,250,000 نفر جمعیت ماست. همه اینها امروز در جامعه ما در سن 22 سالگی تا 32 سالگی هستند. همه اینها شغل میخوان، همه اینها میخوان ازدواج کنن، همه اینها مسکن میخوان، اینها هم حق زندگی دارن. من متعجبم از دولت مردان امروز که میگوین ما میخواهیم مشکلات را حل کنیم، بعد میگوین 5 میلیون شغل امکان ندارد. اگر این کار رو نکنید، یعنی همین 5 میلیون شغل هم ایجاد نشود، معنی این هست که در 4 سال بعدی شما دولت مردان میخواهید این مردم از شرایط فعلی سخت‌تر باشند. دولت مردم متعهد است به مردم عزیزمون که 5 میلیون شغل رو در طول دوره خدمت خودش ارائه بکنه. با کمک شما مردم عزیز، مخصوصاً با کارآفرینان، با کمک خود جوانان و با همه صنعتگران عزیزمون، البته
در برنامه ششم هم بر این موضوع تأکید شده است. بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود. اگر همین یک قلم رو و همین یک مورد رو براش اقدامی جدی انجام بشود، چقدر شغل، چند صد هزار شغل برای ما ایجاد خواهد کرد. در صنایع پتروشیمی ما به ازای هر 1,000,000 تن در حوزه پتروشیمی به صورت مستقیم 200,000 شغل و به صورت غیر مستقیم 400,000 شغل ایجاد میکنه و ما قادریم با سرمایه داخلی، با تکنولوژی داخلی، با سرمایه گذاری هایی که تران شده و به خاطر دخالت اون 4% در این صنعت باعث شده امروز از این ظرفیت استفاده نشود. ما میتوانیم 8,000,000 تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم و معنی اون یعنی 1,600,000 شغل مستقیم و بیش از 3,000,000 شغل غیر مستقیم. علاوه بر اون در فعالیت‌های روستایی، در صنایع کوچک و از همه مهمتر، امروز دنیا در بستر مربوط به حوزه فناوری و آیتی، امروز ما بیشترین دانشجویان فارغ التحصیل و افرادی بسیار با مهارت در این زمینه داریم. ما می توانیم هم از صحنه های بین المللی و هم در بازار داخلی استفاده کنیم، ولی متاسفانه این اتفاق نمی افتد. امروز دولت مردم مصمم هست که با این 4% مبارزه کند، مصمم هست که جلو واردات مضر و واردات غیر ضروری رو بگیرد. البته ما همیشه مدافع واردات تکنولوژی، واردات مواد اولیه‌ای که نیازمند فعالیت کارخانه ها بوده و هستیم و حتما به اونها کمک خواهیم کرد، ولی در کشوری که صنعتگرانش، اندیشمندانش و حوزه های دانشگاهی می توانند تکنولوژی داشته باشند که بهترین رادارهای دنیا رو دارن، بهترین موشک ها رو دارن، میتونن ماهواره رو در مدار قرار بدن، آخه ضرورت بر واردات چوب بستنی هم هست؟ دیگه ما تسبیح و مهر و سجاده رو هم داریم وارد میکنیم. این یعنی ظلم به این ملت. البته من معنی این حرف رو با گوشت و پوست و استخوانم درک میکنم که وقتی با این 4% میخواهیم مبارزه کنیم، این رو میفهمم که آنها قدرت دارن، اونها پارتی دارن، اونها پول دارن، اونها حوزه نفوذ دارن، اونها حاشیه امنیت دارند، اونها رسانه دارند. این رو با همه وجودم درک میکنم که اونها اهل تهمت زدنند، اونها قدرت تخریب دارند، اونها همون کسانی هستند که دیدی در چند ماه قبل در رسانه ها یک عکس دختر خانومی را در یک مجلس عروسی پخش کردند، با اون تجملات کذایی گفتن که این مراسم عروسی دختر قالیبافه. ما روز اولی که پا به خدمت برای این مردم گذاشتیم، جان خودمون رو به دست گرفتیم و به میدان جنگ رفتیم، رفتیم که جانمان را بدهیم. امروز هم اگر لازم باشد آبروی خودمان را می دهیم و در مقابل این 4% زالو صفت که خون این 96% مردم را می مکن، محکم با امید خدا و با کمک شما مردم عزیز می ایستیم. مالیات رو عادلانش می کنیم، جلو فرار مالیات ها رو می گیریم و رونق می دیم به فضای کسب و کار. ولی وقتی که با دولت مردان امروز صحبت می کنیم،
میگویند نمی شود. میگوییم چرا نمی شود عادلانه فرصت ها را در اختیار همه قرار بدیم؟ میگویند نمی شود. ما میگوییم می شود. من یک نمونه مثال بزنم. حدود 15 سال قبل، 14 سال قبل که من توفیق خدمت در پلیس کشور رو داشتم، خاطرم هست من از مردمی کردن امنیت سخن گفتم. بعضیا این حرف رو به سخره گرفتند. من گفتم پلیس رو به خدمت مردم در می آورم. خندیدند. گفتیم که نظارت مردم بر پلیس رو اعمال خواهیم کرد. مردم حقشونه بتونن بر پلیس خودشون نظارت کنن. بعضن به ما کنایه زدند. چرا؟ چون اون روز مردم حق داشتن که این حرفها رو از من به سختی قبول کنن و اونهایی که کنایه میزنند اونها مردد بشن. چرا؟ چون وقتی که به یک پاسگاه و کلانتری مراجعه میکردن میگفتن ما حکم جلب فلانی رو داریم، میگفتن ما نمیتونیم، ماشین نداریم بریم، فرصت نداریم بریم، نیرو نداریم بریم اون رو دستگیرش کنیم. حتی وقتی که دوز رو میگرفتن اونها حاضر نبودن دوز رو تحویل بگیرن. وقتی میگفتن بریم برای فلان موضوع میگفتن ماشین نداریم، یا اگر ماشین داشتن میگفتن بنزین نداریم. ولی ما اون روز به مردم قول دادیم که پلیس رو به درب خانه های شما میاریم. شما با یک تلفن میتونید پلیس رو در خدمت بگیرید. 110 امروزی که میبینید بعد از فقط 15 ماه همه چی متحول شد و مردم با یک تلفن، چه یک سال خورده در منزل، چه یک کودک در منزل و چه اعضای خانواده در هر کجای کشور با یک تلفن پلیس این گونه رو این گونه به خدمت گرفتن. من متعجبم از دولت مردانی که مرتب میگوین نمی شود. وقتی میگوییم میخواهیم به جوانان کمک بکنیم، فریاد دولت بلند است که میگوین نشدنی است. اینها شبیه به معجزه است این حرفا رو میزنن. خیر، شبیه به معجزه نیست. فرق دولت مردم و دولت وضعیت موجود در همین است که ما میگوییم میشود و میتوانیم و این دولت میگوید نمیشود و نمیتوانیم. ما میگوییم چطور میشود در حینی که همه تروریستا به دنبال ناامن کردن کشور ما هستند. همه تلاش خودشون رو دارن انجام میدن ولی یک جلیقه انفجاری وارد کشور ما نمیشود که اینجا باید بگیم افتخار کنیم به این قدرت، به این زحمت. ولی چطور می شود که بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا از بنادر ما وارد می شود، بر قطارها و کامیونها سوار می شود، بر جاده و بر ریلها حرکت می کند، در همه کوچه بازار ما توزیع می شود و تولید کننده ما را و جوانان ما را بدبخت می کند؟ ما نمیتوانیم جلو او رو بگیریم. مردم میپذیرن؟ هرگز. ما میگوییم از سال 89 حداقل اون بخش از مردم ما که یارانه میگیرن و جز با یارانه با چیزی دیگری زندگی نمی کنند و شما تورم سالانه دارید، گرانی را دارید، چرا او را افزایش نمیدید؟ میگن منابع نداریم. پس چطور میشود دولت در سال 92 104 هزار میلیارد تومان هزینه جاریشه، در سال 95 این میشود 330 هزار میلیارد تومان. یعنی هزینه دولت سه برابر میشود. پول و منابع هست ولی اون بخش از مردمی که گرسنه هستند و حداقل زندگیشون همون یارانه هست که بهشون داده میشود، او نمیتواند سه برابر بشود. این نمیشود، آن میشود. ما میگوییم چون مدیریت شما مدیریت برگشته به حداقل 60 سال قبل جهانی است. شما مدیریت نسل دومی دارید امروز. بله،
با این مدیریت نمی شود، ولی با مدیریت نسل چهارمی و توجه به مدیریت روز امروز دنیا می شود. ما می گوییم به جای شعار باید کار کرد، به جای حرف باید عمل کرد، ولی شما می گویید با توضیح دادن، با گفتگو کردن، با توجیه کردن، با نصیحت کردن مسائل حل می شود. آیا قاچاقچی کله گنده رو و دلال زالو صفت رو و وارد کننده طرفدار بیگانه رو با نصیحت و مذاکره میشه حل کرد، یا با کار و با تلاش و با یک مدیریت صحیح؟ پس پول هست، اما آن جایی که باید باشد نیست. مردم عزیز، ما در 29 اردیبهشت باید تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم بین ادامه روند دولت فعلی که همیشه معتقد است نمی شود، نداریم، نمی توانیم، و انتخاب کنیم دولت مردم را که می گوید داریم، می شود و می توانیم. و نمونه های الگوی موفق اون هست در همین شهر تهران، با تحریم جهانی، با تحریمی که دولت ها حق حقوق مربوط به مترو شهر تهران رو ندادند، ولی مترو در طول این دوره که حدود 30 سال از فعالیت مترو داره میگذره، در 20 و اندی سال فقط 70 کیلومتر ساخته شد، با همه حمایت ها و تحریم هم اون موقع نبود، ولی در این 10 سال با همه مشکلات تحریم داخلی و خارجی 230 کیلومتر مترو ساخته شد و امروز ما 300 کیلومتر مترو داریم و 8 خط مترو تموم شده. روزی که ما بزرگراه امام علی رو آغاز کردیم همه میگفتن نمی شود. روزی که تونل ها رو شروع کردیم همه گفتن نمی شود. ولی امروز میبینید که شد. اون روزی که ما زمان بندی کردیم، کرنومتر گذاشتیم، به مردم قول دادیم که برج میلاد در فلان تاریخ ساخته خواهد شد، فلان مجموعه ورزشی، فلان مدرسه، رسیدگی به معلولین، رسیدگی به محرومین، همه اینها در حوزه‌های اجتماعی قول دادیم و انجام شد. پس می توانیم. با روند دولت فعلی اگر باشد نمی توان. راه آهن غرب کشور چندین سال می خواد کشیده بشود، ولی کشیده نشده است. این اتوبان تهران شمال شده یک قصه تاریخی، یک پروژه مثال زدنی. هنوز هم کسی نمیتواند بگوید کی تمام میشود. بعد از بیش از 2 دهه ما با این مدیریت دچار چالش های جدی هم در حوزه های اجتماعی داریم میشیم. شما امروز اعتیاد رو نگاه کنید، طلاق رو نگاه کنید، افسردگی در بین جامعه رو نگاه کنید، حاشیه نشینی شهرها رو نگاه کنید. 30% شهرهای بزرگ ما جمعیتش حاشیه نشینن. مهاجرت رو از روستاها نگاه کنید، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ نگاه کنید. اینها دارن بحران اقتصادی رو با ضعف کارآمدی با حوزه اجتماعی هم سرایت میکنه، و اگر به حوزه اجتماعی سرایت کرد و عمیق شد غیر قابل جبران خواهد بود. امروز خانواده های ما در معرض فروپاشی هستن. بعضن وقتی که خانواده آسیب دید، قانون خانواده به هم ریخ. دولت مردان عزیز، بدانید دولت شما هم خواهد ریخت، تضعیف خواهد شد، کشور تضعیف خواهد شد، جامعه تضعیف خواهد شد، دین و ایمان آسیب خواهد دید. در کشوری که کلیه فروشی وسیله امرار معاش جامعه ما و خانواده های ما بعضنده شود، نمی شود جلو دین فروشی را گرفت. در کشوری که جوان ما بیکار و ناامید باشد، جوان مؤمن و دیندار ساخته نمی شود. در دولت مردم، به وسیله خود مردم، اقتصاد کشور رو به فضل الهی نجات خواهیم داد
و این ظرفیت در کشور وجود دارد. ولی با این مدیریت های سنتی و با این مدیریت های بسته و رانتی امکان پذیر نیست. رئیس محترم دولت فرمودند که این مشکلات تا 40 سال دیگر هم حل نمی شود، بعضا تا 100 سال دیگر هم حل نمی شود. جناب آقای روحانی، این مردم نه صبر ایوب دارند و نه عمر حضرت نوح. نگاه کنید دنیا چگونه حرکت می کند. ما از این ظرفیت ها استفاده کنیم، از این قابلیت های کشور استفاده کنیم، جوانان خودمون رو ناامید نکنیم. با مدیریت جدید و با تکنولوژی های جدید و با روش های جدید ما می توانیم اجرای پروژه ها رو در همه زمینه ها، در حوزه اشتغال، در حوزه عمرانی، در حوزه کشاورزی سرعت رو 10 برابر به پیش ببریم. ما می توانیم ارزش افسوده رو حداقل به 3 برابر تبدیل کنیم، زمان رو بخریم، هزینه ها رو کم کنیم و گره گشایی کنیم از کار مردم. ما در دولت مردم بر این اساس برنامه‌ریزی کرده ایم که اقتصاد رو مردمی کنیم و جلو اون رانت ها و اون 4% رو بگیریم، مدیریت نسل جدید را بیاوریم و نیروهای جوان و خلاق رو به کار بگیریم و از رویکردها و روشهای جدید استفاده کنیم. و سوم اینکه اجرا و عمل و با یک برنامه ریزی دقیق کار کنیم، هم خوب کار کنیم، هم کار خوب بکنیم و از خرد جمعی استفاده کنیم. ما در دولت مردم مصمم هستیم که اون قشر آسیب پذیری که امروز هیچ فرصتی برای ایستادن ندارن، اگر امروز به اونها نرسیم فردا دیر است، چاره اندیشی خواهیم کرد. اون بخش محرومین و مستضعفین را و اون بخش کم درآمدهای شدید را در اولین قدم به اونها رسیدگی خواهیم کرد و به صورت اورژانسی مسائل و مشکلات اونها رو کاهش خواهیم داد و ما برای اونها حتما یارانه ها رو اضافه خواهیم کرد که این رکود و این گرانی اونها رو از پا در نیاره. حق کارانه رو که توضیح دادم به جوانهای عزیز از کار بازمانده، از کار اخراج شده و اونهایی که مهارت دارن، اون 250 هزار تومان رو خواهیم داد و اونها رو به کارگاه ها معرفیشون خواهیم کرد. در دولت مردم توجه به زنان، مخصوصا زنان سرپرست خانوار، که اونها در حقیقت هم مادر خانواده هستند هم پدر خانواده هستند، توجه ویژه خواهد شد. کما اینکه ما در شهر تهران با توجه که مسئولیت مستقیمی نداشتیم، ولی وظیفه انسانی ما این بود، وظیفه اسلامی ما این بود که به این شیرزنان، به این قهرمانان که هم نقش پدر دارن هم نقش مادر کمک کنیم. به خانواده هایی که معلول دارند، معلولینی که دچار مشکلات جدی هستند، شاید برای شما قابل تصور نباشد. من در یک بازدیدی که هفتگی انجام میدم، بخشی از وقتم رو به طور مرتب در این سالها به این خانواده عزیز سر زدم. اگر ندیده بودم قابل قبول برام نبود که در یک خانواده 8 فرزند، هر 8 فرزند معلول و فقط با یارانه زندگی میکنن و پدر هم ندارن، یک مادر اونها را اداره میکنه. خب حتما دولت مردم برای این عزیزان باید کار ویژه و کار اورژانسی انجام بدهیم. اونا نمیتونن منتظر این باشن که ما میخواهیم رشد رو به کجا برسانیم. دیگه اونها جانی براشون باقی نخواهد بود. به همت شما جوانان عزیز که من بگم، امید من بعد از خدا به همه این جوانان عزیزمون، مخصوصا جوانان عزیز تحصیل کردمون و متخصصمون، به همه دختران عزیزم که امروز از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدن
و در کنج خانه نشستند و افسردگی سراغ اونها اومده. همه امیدم به شماست. این که میگم افسردگی کار فقط به خاطر پول هم نیست، اشتباه نکنیم، کار فقط به خاطر حقوق نیست، جوهره انسان کار و فعالیته. من متعجبم از دولتی که میگوید نمیتوانیم 5 میلیون شغل ایجاد کنیم. این یعنی اینکه عمر این انسانها و زندگی این جوانها و این دختر خانومها و این آقا پسرها برای شما اولویت اول نیست. ما انشالله به این موضوع پایان خواهیم داد. البته لازم هست نظامهای بانکی رو اصلاح کنیم. نظامهای بانکی که سرمایهشون متعلق به 96% مردمه، ولی وام دادن اونها متعلق به اون 4%. شما نگاه کنید چند هزار نفر در کشور چند صد هزار میلیارد تومان وام رو میگیرن، ولی یک تولید کننده ما در مسیر وام نابود میشه، هم خودش هم کارخونش. اخیراً یک بازدیدی داشتم در یکی از این شهرک‌های صنعتی، یکی از افراد با سابقه اونجا به خاطر همین بانک‌ها، به خاطر سود بانک، به خاطر جریمه‌هایی که به ناحق از اون گرفته شده بود و غیر شرعی، دچار ورشکستگی شد. و بعد که من رفته بودم اونجا میگفتن در یک فرصت خلوت خودش رو در درون کارخانه تولیدی خودش حلق‌آویز کرد و جان خودش رو از دست داد. این بانک‌ها باید اصلاح بشن. سیستم گمرکی ما باید اصلاح بشود. سیستم مالیاتی ما باید اصلاح بشود. سیاست‌های پولی و مالی ما باید اصلاح بشود و هزینه‌های دولت باید کاهش پیدا کند. سیاست خارجی ما باید کمک به تجارت ما بکند، نه به تجارت برای خرید و ظرفیت سازی شرکت‌های خارجی. باید سیاست خارجی ما در راه تلاش توسعه کشور و برای بازاریابی کالای ایران اولویت اول کارش باشه. البته حتما برجام موجود با همه انتقاداتی که بعضن متخصصین و دلسوزان دارند، ولی برجام یک سند ملی ماست، یک تعهد ملی ماست. ولی این رو باید بدانیم ضمن تشکر از زحمات دولت مردان در این زمینه باید بگوییم حرف مردم ما امروز خوب بودن و بد بودن برجام نیست. حرف مردم ما این هست که میگویند چرا دولت فقط موضوع شده است برجام؟ نتیجه برجام چه تأثیری در زندگی ما داشت؟ چرا اون بخش تعهداتی را که ما اجرا کردیم چرا اونها اجرا نکردند؟ و چرا دولت نتوانست حق ما را از اونها بگیرد؟ ما حتما باید تلاش کنیم این حق مردم رو بگیریم و مردم بتوانند از این فرصت از دست رفته استفاده کنند. مردم میگویند چرا دولت همه کارها رو تعطیل کرد، فقط موضوعش شد برجام. مردم از این گله‌مندن و حق دارن. چرا فرصت‌های برجام برای تولید داخلی نیست، ولی برجام فرصت بزرگی شد برای فروش کالاهای خارجی به ایران؟ البته دولت خود قبول دارد بخش عمده ای از وعده‌های خود نتوانست عمل کند. به هر دلیلی حتما به مردم توضیح خواهند داد کارنامه 4 ساله گذشته شونه. ولی ما توقعمون این نیست که این جمله گفته شود که ما توانستیم با برجام سایه جنگ رو از این کشور دور کنیم. این حرف منصفانه نیست. مردم عزیز ما میدانند و از این باب متشکرند. از چه کسانی؟ از سربازانشون، از امیرانشون، از سردارانشون،
از قهرمانانشون، از افرادی همچون سردار قاسم سلیمانی، از شهدای دفاع و از شهدای مدافعین حرم، از شهید همدانی ها، از شهید نظری ها، از شهید غلامی ها، از شهید بلباسی ها که امروز آرامش و امنیت رو در این کشور برقرار کردن، در شرایطی که اونهایی که این تروریست ها رو پرورش دادن امروز در قعر اروپا هم ناامنی است، در کشورهای خودشون هم در منطقه ناامنی است. این حرف رو نگوییم که ما سایه جنگ رو از سر کشور دور کردیم. مردم عزیز ما امروز خوب تشخیص دادن دشمن اصلی امروز ما اونها نیستن. دشمن اصلی امروز ما فقر است و بیکاری هست و رکود هست و گرانی. اگر مردید بیستیم به همت این جوانان عزیز و گرانقدرمون با این دشمن مبارزه کنیم، اگر این سایه فقر و گرانی را و بیرونقی را از سر این کشور برداشتیم و کشور را عزتمند کردیم، تونستیم مبارزه کنیم و امنیت و آسایش و آرامش را به کشور بیاوریم. البته ما امروز در عرصه‌های دیگر جامعه هم دچار مشکلاتیم. در حوزه فرهنگ هنرمندان عزیز ما، در حوزه‌های اجتماعی مشکلات زیادی داریم، ولی حداقل میتوان این رو گفت که در چند سال پیش رو ما نیازمند این هستیم که توجه به عرصه‌های فرهنگی هم از مسیر اقتصاد خواهد گذشت، چرا که در جامعه‌ای که هر روز فاصله بین فقیر و غنی بیشتر بشود، نه از اخلاق خبری خواهد بود، نه از دین و نه از ایمان و نه از آزادی و نه از نشاط و شادی. 29 اردیبهشت 1396 روز خداحافظی با کسانی است که میگویند نداریم، نمی شود و نمی توانیم، و انشاءالله با انتخاب مردم و دولت مردم، دولتی از مردم، با مردم و برای مردم که معتقد است هم داریم، هم می شود و هم می توانیم. به فضل الهی و به امید یکایک شما مردمی که همیشه گروگشا بودید و شما بودید که همیشه برای ایران عزیزمون افتخار آفریدید، برای اسلام افتخار آفریدید، و همه دست به دست هم بدیم برای همیشه ایرانمون و مثل همیشه افتخار آفرین بدرخشد و ایرانی افتخار آفرین زندگی کند. در پایان تشکر می کنم و امیدوارم انشاءالله شبی خوش، روزها و ماهای خوش توأم با شادابی و نشاط و عاقبت بخیری داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.